شفلرا یا درخت چتری گیاه مقاوم و جذابه که به واسطه ی حالت درخچه بودنش میتونه کنج خونه شما رو زیباتر کنه. این گیاه بومی استرالیا و جزایر اقیانوس آرامه و جزو گیاهان سمی محسوب میشه. پس اونو دور از دسترس کودکان و حیوانات خونگیتون قرار بدین. اگه میخواین نگهداری و اصولی این گیاه رو یاد بگیرین یا مشکلاتی مثل زرد شدن، قهوه‌ای شدن یا ریزش برکار رو باهاش دارین، با ما تا آخر این ویدیو همراه باشین. قبل از اینم که بریم سراغ ویدیو ازتون میخوام این ویدیو رو لایکش کنید که باعث دلگرمی ماست و اگه هنوز عضو کانال ما نشدید دکمه سابسکرایب رو هم فشار بدین که ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. گیاه شفلارا گونه های زیادی داره مثل کامپکتا، دراپ مون، گرین گولد یا تلایی، نورا یا سبز و گل کاپلا یا همون ابلغ ما خودمون تجربه گونه سبز، ابلغ و تلاییش رو داریم نگهداری تقریبا یک سانی دارن به جز در بخش نور که خب مسلما گیاهی که ابلغ یا تلایی نیاز نوریش بیشتره ما توی ویدیو قبلا راجع به گیاهان ابلغ صحبت کردیم و نکات مهمی رو راجع به دلیل گرونیشون، خریدشون و نگهداریشون توضیح دادیم حتما اون ویدیو رو هم تماشا کنید چقدر نور میخواد اگر میخواین که این فاصله طبقاتش این شاخه هاش کمتر بشه گیاه پر و قشنگتری داشته باشین رنگ برکاش خوش رنگ تر بشه اونو در جایی با نور غیر مستقیم و زیاد قرار بدین البته بستگی به گونهش هم داره مثلا گونه سبزش میتونه توی نور کمتر هم تا حدودی دووم بیاره اما این اتفاق برای گونه طلا یا ابلغش نمیافته چه بازه دمایی رو میتونه تحمل کنه این گیاه به شدت به دماهای بال و پایین مقاومه توی تابستون تا تو 45 درجه رو تحمل میکنه اما توی نور مستقیم آفتاب نیست توی زمستون هم تا 5 درجه رو میتونه تحمل کنه اما بعد از اون یه خورده بیحال میشه یا ممکنه حتی خراب بشه چقدر بهش آب بدیم گیاه شفله را خاک خیلی خیس و لجنی رو نمیپسنده و دوست داره بین دو آبیاری خاکش کاملا خشک بشه یه کمی خاکش رطوبت داشته باشه بهتره اما ما خودمون معمولا میذاریم خاکش کاملا خشک بشه و بعدش آبیاری میکنیم چه ترکیب خاکی رو دوست داره این گیاه خاکش باید سبک باشه و زهکشی خوبی داشته باشه تا آب به سرعت ازش خارج بشه ما از ترکیب کوکوپیت، پرلیت، ماسه شسته ریز و کود دامی براش استفاده میکنیم چرا ماسه میریزیم؟ به خاطر اینکه بقیه اون ترکیب خاکی بهتون گفتم سبک گلدونش هم پلاستیکیه و خب ممکنه که چپه بشه برای اینکه گیاه آسیب نبینه یه خورده ماسه شسته ریز هم به این ترکیب اضافه کردیم در مورد کودهیش ما به این گیاه کود شیمیایی نمیدیم اما کود دامی که توی ترکیب خاکش هست تا 6 ماه حداقل براش کافیه اما از اون به بعد ما همون کود دامی رو روی سطح خاکش میریزیم یه لایه و اینجوری با هر آبیاری اون مواد مغذی میرن به سمت پایین و گیاه میتونه اونا رو دریافت کنه شفله را نیاز به رطوبت داره یا نه بله شما میتونید درش قوارپاشی انجام بدین ما خودمون بیرون نگهش میداریم بهار رو تا بسون که هوا معتدل تره و حالا تهویه محیط هم مناسبه قوارپاشی رو براش انجام میدیم با شلنگ آب برکاش و شستشو میدیم هم رطوبتش تمی می تمیز میشه هم برکاش تمیز میشه حتی بعضی وقتا که خاک گیاه خشکه از بالا شلنگو میگیریم که اون آب به گلدون هم میرسه و گیاه سیراب میشه البته دقت کنید اگر این کار رو زیاد انجام بدین ممکنه گیاهتون درگیر بیماری های قارچی بشه اگر محیط شما خشک باشه رطوبت گیاه رو تامین نکنید برکاش تمیز نشه و همینطور گیاهتون ضعیف باشه مستعد آفتی به اسم کنه قرمز تارن میشه یکی از نشونه اینه که روی برکا لکه های سفید یا زرد خیلی کم رنگ ظاهر میشه یه سری تارهای عنکبوت پشت و روی یعنی شبیه تارهای عنکبوت پشت و روی ظاهر میشه و متوقف شدن دادن رشد گیاه هم یکی دیگه از نشونه های این آفته جوانه که در میاد توی همون حالت از بین میره به اصطلاح میسوزه توی این موقعیت شما دو تا راه حل دارید یا با استفاده از شلنگ یا آب اگر آفت خیلی پیشرفت نکرده باشه تا حدی اونا رو از گیاهتون جدا کنید طی چندین روز البته بعد این کار انجام بدید یا اینکه از سموم شیمیایی استفاده کنید ما سعی میکنیم به زودی یه ویدیو راجع به آفت کنه تارن کبوتی براتون ضبط بکنیم توی کانال قرار بدیم پس منتظرش باشین در مورد گلدونش گلدون هر سایزش اندازه ریشه باشه براش بهتره چون میدونم خیلیاتون دوست دارید گیاهانی که حالت درخچه‌ای دارن یا برگای کشیده‌ای دارن مثل سانسوریا رو توی گلدونه استوانه بلند قرار بدید در صورتی که این کار به شدت به گیاهتون آسیب میزنه حالا جنسش میتونه سفالی یا پلاستیک باشه موردی نداره اما اگر سفالی هست و ترکیب تون سبکه دقت کنید که آبیاری به موقع انجام بشه و گیاهتون خشکی نکشه در مورد تعویض گلدونش هم هر وقت که کاملا ریشه پر شد توی فصل بهار این کار رو انجام بدیم چطوری تکثیرش کنیم این گیاه رو میتونید به راحتی از طریق قلمه ساق تکثیرش بکنید اما اگر نور خوبی داشته باشین و حالا کودهی و خاک مقوی براش استفاده بکنید خود شاخه های فرعی هم بهتون میده در کل با تکثیر و قلمه زدنش شما میتونید به چند شاخه شدنش کمک بکنید قلمه ها رو توی ترکیب کوکوپیتو پیلید ریشه دار بکنید و بعد به بستر اصلی که بهتون توضیح دادم چیه میتونید منتقلش کنید بریم سراغ سوالات شما چرا برگهای های شفلر قهوه میشه اگر توی خونه نگهداری بشه و نور و تهویه نامناسب باشه برگها ها از وسط و کناره ها شروع میکنن به قهوه شدن و در نهایت برک ها میریزن سوال بعدی علت ریزش برگ گیاه را چیه وقتی آبیاری کم باشه برگا شل و آویزون میشن زرد میشن و در نهایت میریزن البته تنش دمایی و جابجایی زیاد گیاه میتونه باعث این اتفاق بشه سوال بعدی علت زرد شدن برگ گیاه شفتارا چیه وقتی آبیاری کم باشه برگا شل و آویزون میشن زرد میشن و میریزن البته تنش دمایی و جابجایی گیاه هم میتونه باعث این اتفاق بشه چرا جوونه گیاه شفله را میسوزه یا گیاه تار تارنکبوتی گرفته و داره از یه سری بخشا خورده میشه یا ریشه گیاه آسیب دیده که با تعویض خاک گلدون و اشتباه و یا آبیاری زیاد این اتفاق میافته. چطور انکبوت ها رو ازش دور کنیم؟ راه حلی نداره به جز تمیز کردن مداوم برکا چون یه حالتی داره گیاه شف داره یه حالت متراکمی داره که انکبوت رو برای تار تنیدن دور خودش جمع میکنه. و اما چرا برگ های حالت آویزون افتاده میگیرن یکیش که گفتیم دلیلش آبیاری کمه دلیل بعدیش درگیری ریشه با آفته به جز کنایت قرمز تارن کبوتی گیاه میتونه درگیر شپشک آردالود هم بشه پس باید مداوم گیاه رو چک بکنید که اگر درگیر آفت شده باشه سریعا بتونید برای از بین بردن اون آفت اقدام کنید امیدوارم که این ویدیو توی نگهداری از گیه شفلرا را بهتون کمک کنه خوشحال میشیم که تجربتون رو در ارتباط با گیه شفلرا برامون کامنت بکنید و اگه موضوعی هم برای ویدیوهای بعدی پیشنهاد دارید اون رو هم بهمون به بگین مرسی که همیشه هستین گرین گولد یا تلایی نورا یا سبز گولد این آخری رو میمونم ما خودمون بهار رو تابستون که حالا توی حیات هم هست مناسبه با آشیلنگ با او در مورد گلدونش ببینید Eu vou embora então. <ilizando> <Administrationísim water avez>